CLA 250 بنز که برادر کوچیک سی کلاسه. مثل کوسه است، بچه کوسه است. بریم ببینیم چه جوریه. درباره این بیرون این ماشین یه چراغای خیلی خوشگلی داره که دوتا قلمبه زده بیرون ازش و دوباره دوتا لوگو بنز گذاشتن که اگر یادت رفت چیه دوبار ببینی. گریل جلوش خیلی زیباست و این نقطه‌هاش خیلی خوشگلش کرده، خیلی باحاله به نظرم. خطای لاینای بیرون ماشین خیلی اسپورتی و عصبی طوریه، اینجا میاد تیز میشه دوباره صاف میره دوباره تیز میشه، یه اینجوری طوری داره، یه حالت واقعا کوسه‌ای داره، چون اینجاش که اومده بیرون اینجاش یه دماغ کوسه‌ای بهش داده. میدونی دقیقا رینگای 18 اینچ آل سیزن داره که این باعث میشه که هم رانندگیش راحت تر باشه، همین که توی زمستون و هواهای سردتر این ماشین بتونه وسطون خوب پرفورم بکنه. بچه در ماشین رو که باز میکنین هیچ فریمی بالای شیشهش نداره که وقتی در باز میشه یه ذره میاد این پایین، وقتی در رو میبندین خودش میره بالا. ببین خیلی نازک و ناز و مجلسی. فرماتیک هم که اینجا زده سیستم آل ویل درایو بنزه. این فشار در رو باز میکنین خیلی خوشگل دیزاین شده. موتور زیبای CLA، موتور نقلی، خیلی همچین گرم و خوبه. میبینی؟ موتور 4 سیلندر توربو شارژ 2 لیتری داره که 221 هم هورس پاورشه و 258 پوند فوت گشتاورشه. بریم دیزاین تو ماشین رو ببینیم. ببین داشبوردش طرح چرمی که داره با این دوختاش خیلی خوشگل شده. ببین و اینجا سه تا کانال داره، کانالای کولرشه و بخاریش و این فرمونش حس باحال و اسپورتی داره. دکمه هایی هم که اینجا هستش به شما اجازه نمیده که چیزایی که میخواین رو عوض بکنید. صندلیاش هم دو رنگه، این وسطش مخمله، بغلاش هم چرمه، جیره اون مخمله ها. این ماشین 10 اینچ دیسپلی وسطشه و 7 اینچ دیسپلی جلوی فرمون ماشین در این راننده است. آقا سیستم گرما و سرمایشیش اینجاست که این دکمه ها رو اینجوری میتونی بزنی و اینو عوض بکنی. الان قاطی کرد همه سیستم. میخوام یه ذره راجع به آپشن های این ماشین صحبت کنیم براتون. اینجا شما توی این صفحه میتونی هر رنگی دوست داری این لایت های توی ماشین رو انجام بدی. زیاد این رو به چرخونی میسوزه، ولی این لایت ها تغییر میکنه دیگه قشنگ همه جا. الان مثلا تو بگو مثلا یشمی یواش بذار. میتونم بذارم اینجا یشمی غیر یواش هم داره؟ تند هم داره. یشمی تندش اینجاست. تندش رو بیشتر من دوست دارم. اسپایسی دوست داری؟ آره. گرم کن صندلی داره، خیلی باحاله. وایرلس شارژینگ داره، شما گوشی رو میذاری اینجا و شروع میکنه شارژ کردن بعد از 5 روز شارژ کرد. برای کاپولدراش خیلی به فکر بودن، شما وقتی اینو اینجوری میذاری شله، ولی میتونی اینو بزنی که بیاد بیرون و کافیتو محکم بغل کنه. عالیه واقعا. یه USB-C اینجا میخوره، دو تا USB-C اینجا، ولی برای کسایی که USB دارن باید تبدیل استفاده کنن. هیچ USB تو این ماشین نیست. توی درش همون جوری که توی صندلیش هم هستش حوله‌ایه، جیره. آپشن کروز کنترل داره که با این شما میتونین کروز کنترلش رو روشن کنین و از سرعتی که میخواین رو بذارین روش رو عشق و حال کنین باش. کلید تو جیب یا کیفتون باشه و با لمس کردن این دسته ماشین رو ببندین و باز کنین. خب همونجوری که میبینین خیلی خوب وایستادی ماشین، ولی اگر AMG باشه حتی بهتر از این هم میتونه باشه. آقا جادار بودن این ماشین خیلی خوبه، یعنی خیلی صندوق عقبش جاداره. بله و اینا رو اگر شما بکشین صندلی های عقبش میتونین بخوابونین و حتی جادارتر شه به همین راحتی. آقا پشتش میتونه به راحتی بشینی، ولی ارتفاع سقفش میتونه بشه حسب کلت. این زیر پات هم همچین
میتونه اینجوری بغل کنه. در کل خوبه برای یه ماشینه. آره مثلا اگر راننده هم خوب رانندگی نمیکنه اینجا میتونی دست بکنی بزنی سرش، انگولکش کنی. آره انگول راننده خوبه پشتش پس. بله خب حالا میایم سراغ رانندگی این ماشین ببینیم خب. چه جوریه. آره ببین الان نگاه کن، ترمز نکردم روی اون دست اندازه، بد نبود، خیلی خوب رد کرد، منطقی رد کرد. آقا فرمونه تو دستی داره، خیلی فرمونش با اینکه سایز ماشین کوچیکه و یه جورای سپورتی، خیلی فرمونه راحت و نگاه کن نرم و نازی داره. خب بچه ها این ماشین توی پیچ اگر که سرعتتو کم نکنی و با همون سرعت بخوای بپیچی مثل الان میپیچه، تیزم هست، ولی حس امنیتی که ماشینای اسپورتی بهت میده رو نمیده. حالا اینقدر اسپورتی خب ماشین معمولیه و اسپورتی درستش نکرده، AMG نیست. من دوست دارم بچسبه رو زمین قشنگ، بمیکه زمینو، بمیکه یعنی همون بمیکه زمینو، بمیکه زمینو نمیمیکه، نمیمیکه. آقا AMGشو سوارشو قشنگ برد میمیکه. آره آقا دور بزن یه AMG بیاری. آقا کسایی که این ماشینو دارن یا حالا هر ماشین دیگه ای رو دارن که ما ریویو میکنیم، اگر نظرشون چیز مخالف ما هم هست لطفا ما بگین ببینیم که شما هم چی فکر میکنی. و این نظر فقط ما از طرف قالپاق. ببین این حس فرمونی که ما داریم میگیم راجبش که میگیم زیاد چسبندگی رو نداره و زیاد سر پیچا نمیچسبه، ولی در این حال که اینجوریه توی شهر و توی روزمره خیلی راحته برای پارک کردن و برای دور زدن توی خیابون تنگ. یه ذره که درباره سرعتش بخوایم حرف بزنیم، گازو میگیریم. خب ببین سرعتش نسبت به ماشین توربو شارژ خب سرعت خوبی داره، میدونی؟ خب CLA 250 هم هست و AMG هم نیست، ولی خب شتاب خوبی داره. نگاه کن وقتی که گاز میدی شتاب اولیش میکنه با اینکه 4 سیلنده. ببین نسبت به وزن این ماشین که وزن بگی ماشینو ماینی داره، خب وزنش فقط 1500 کیلوه. این شتاب اولیه ای که تو خیلی دوست داری به خاطر وزن کم ماشین هم هست، یعنی موتور 4 سیلند هم حتی روی این وزن جواب میده، یعنی شما نمیخواد حتما مسابقه ایشو بگیری، اگه دنبال سرعت خوب هستی همین ماشین رو میتونی استفاده کنی چون سرعتش خوبه. با اینکه روی اسپورت هم هنو نذاشتیم، اسپورت بذاریم چی میشه؟ نگاه کن اسپورت بذارم بهتر شد، ولی خیلی تغییر خاصی نکرد، خیلی فرق نکرد. بچه چیزای خوب این ماشین که از نظر ما این ماشین داره، نورف خیلی بزرگ داره که نسبت به سدان بودنش واقعا نور خوبی میده بیرون، که اینجاش هم شیشه ایه و این دکمه های این جلوه که هنوز دیجیتال نکرده که همه چیز بیاد بالا توی این دیسپلیش، هنوز میتونی اینجا هر چیزی رو که میخوای تنظیم بکنی و گرم و سرد کنی. خیلی دم دسته، دم دستی. یه چیز خوب دیگرش این پد جلوشه که شما میتونی باش لمسی، حالت لمسیه که تو ماشین GLS قبلی هم بهتون نشون دادیم، که میتونی اینجوری حرکتش بدی. و چند تا چیز بدی که این ماشین از نظر ما داره، این دسته های بغل پاته که وقتی میشینی اگر پات یه ذره بزرگتر باشه یا همین الانش هم میگیره به این بغلای در، زیاد جا نداره برای پات، ضربه میزنه یهو به در، ضربه اصلا روحی میزنه. یه چیزای بعد این ماشین که توی CLA اومده اگزوز فیکشه. قیمت این ماشین خیلی ها دوست دارم بدونن قیمت این ماشین با این همه چیزایی که بهتون توضیح دادیم چقدره. 43,600 توی کانادا شروع میشه و میتونه بالاتر هم بره. در کل این ماشین از نظر قالپاق یه ماشین خوب و اقتصادیه و شما میتونید هم راحتی رو باش داشته باشین، هم سرعت رو تا یه حدی داشته باشین و بروزترین آپشن ها رو توی این ماشین میتونید داشته باشین. کامنت کنین چه ماشین های دیگر رو دوست دارین و ما براتون دوست داریم که بیاریم. مرسی بازم از اینکه اینقدر برای ما کامنت های خفن میذارین و به ما انرژی میدین. دوستتون داریم زیاد زیاد. برو بریم.
فعلا تا قالپاق بعدی، تا ماشین بعدی، خدافظ.